همکارم بابک اسحاقی از حیفا با ماست. بابک، می‌دونیم که این سومین روز سفر، اگه اشتباه نکنم، دو بار با شخص بنیامین نتانیاهو ملاقات شده و گیلا گاملیل وزیر اطلاعات اسرائیل هم در اکثر ویدیوهایی که به دست ما رسیده همراه شاهزاده بوده. چه جزئیات بیشتری می‌دونیم؟ بله، این آخرین روز سفر آقای شاهزاده رضا پهلوی از اسرائیل هستش، سفری که او توانست که نه تنها از مکانهایی در اسرائیل دیدار بکنه با مقامات عالی رتبه اسرائیل، همانطور که گفتیم با آقای نتانیاهو، با هرتوگ رئیس جمهور اسرائیل، همچنین با وزیر اطلاعات اسرائیل گیلا گاملیل دیدار بکنه و در رابطه با مسائل ایران صحبت بکنه. اما همانطوری که میتونید در پشت سر من ببینید، من همکنون در پایه های باغی هستم که به نام باغ بهائیان یا باغ پارسیان در حیفا مشهور هست، جایی که پیشوای دین بهائیت بهاءالله در اونجا هستش. و باید گفت که یکی از ملاقات های آقای شاهزاده رضا پهلوی امروز از این باغ و این مرکز دینی بهائیت بود، و وقتی از او پرسیدم که پیام او از این دیدار چه هست، او گفت من به جایی میروم که ثابت بکنم که در حالی که قشر بزرگی از جامعه ایران یعنی بهائیان در زیر ستم و ظلم و تبعیض قرار گرفتن، باید وقت اون رسیده باشه که جامعه ای آزاد در تشکیل بشه که در اونجا انسانها بدون رنگ و نژاد بتونن در کنار همدیگه زندگی بکنن. پیش از اون هم شاهزاده رضا پهلوی، همانطوری که گفتید، در سخنرانی که در اون بسیاری از اساتید دانشگاه ها، افراد آکادمیک فارسی زبان و همچنین گروهی از دانشجویان شرکت کردن، سخنانی را بیان کردن. قسمتی از سخنان را گفتید، ولی فهرستوار چند واژه دیگر هم من اضافه می کنم. شاهزاده گفتن که سکوت دوستان بدتر از فریاد دشمنان هست، و وقتی که ملت ایران توانسته استش که در خیزش انقلابی خودش داستان زجر و درد خودش را برای دنیا بازگو بکنه، دنیا دیگر نباید سکوت بکنه و باید طرف حقیقت و طرف درست تاریخ را انتخاب بکنه، زیرا تاریخ است که قضاوت خواهد کرد و موقع اون رسیده است که ما راه حلی را که جلوی پای دنیا گذاشتیم باز بکنیم و این رژیم باید سرنگون بشه. او از مردم دنیا خواست، از سیاستمداران، که دیگر واژه ایران را برای آنچه که حکومت انجام میدهد استفاده نکنند و از جمهوری اسلامی و حکومت ایران استفاده کنند. ممنونم از تو همکارم بابک اسحاقی که از حیفا با ما همراه بودیم.